كامبرباتش، سلام. Hello dear army. خوب هستی؟ مرسی. مرسی، ممنون. من فکر کنم یه ذره زود اومدم بالا. اشکال شاید نداره. دوستای دیگه بیان بهتر باشه، نمیدونم. فرقی نداره. ما یه 10 ساعتی توی کلاب هاوس بحث بود، اکثر دوستان بودن. اولا یه گله کنم که خودت چرا نمیای توی کلاب هاوس؟ خب من دیگه کلاب هاوس هم بیام دیگه، همش که میشه من دیگه جمهوری بی خدایان. بهتر میشه دیگه. چرا میشه؟ نه دیگه، بخاطر جمهوری میشه مثل جمهوری بی خدایان، به همون نزد جمهوری خواهد بود که جمهوری اسلامی الان هست. دیگه همش میشه آرمین. من میخوام که کمتر یه مقدار بابک و بقیه کسایی که تو گروه هستن وقت صحبت بیشتر داشته باشن، چون من همه پلتفرم کردم، الان من اینجا گرفتم، نظرات من شده دیگه. جمهوری بی خدایان دیگه جمهوری. منظورم توی ATS Republic نبود، رومای مختلفی هست، هیچ کدوم تو رو نمیبینیم متاسفانه. خب من دیگه چند تا پلتفرم آخه برم؟ من باید تمرکز کنم یه جای جا خالی که تست میشه. چی؟ جای خالی تست میشه. مرسی، ممنون. ولی خب چیز، ببین، من باید تمرکز هرچی بیشتر داشته باشی به نظر من بهتره، میدونی؟ یعنی من از وقتی که تویترم هم از دست دادم یه مقدار چیزم، تمرکزم بهتر شده، کانال یوتیوبم بیشتر میتونم فعالیت کنم دیگه. اگه وقت بذارم، ببین، من کلی وقت مطالعه باید بذارم، بعد وقت برنامه سازی میذارم. اگه کجا رفتی؟ هستی؟ خب ببخشید، دستم خورد. آها، دیگه من اگه باید اگه من الان تعداد مثلا کتابایی که دارم میخونم، اخباری که دارم دنبال میکنم، کلی الان عقب افتادم دیگه. اگه اونجا هم بیام دیگه بیشتر عقب میافتم، یعنی دیگه. بله، درست. بعدم ببین، من وقتی که میذارم باید وقتی بشه که بتونه تبدیل به برنامه بشه، اگه میدونی نظرم چه. یعنی من اگه برم یه جا مثلا با چند نفر صحبت کنم بعد این برنامه نشه، وقتمو تلف کردم دیگه. برای اینکه ما باید بتونیم بیشتر به تعداد آدمای بیشتری بتونیم دسترسی پیدا بکنیم، باید یه جوری راحت اینو من بتونم برنامه کنم. برای همین اونجا وقتمو نمیام بذارم. اونجا هم میذارم برای شماها که دیگه بیشتر صدای بقیه بلند شه دیگه. یعنی درسته، بله. آرمین، میخوای یه تاپیکی پیشنهاد کنم یکم در مورد اون صحبت کنی، برامون توضیح بدی؟ بگو. آره، سری قبلی هم اشاره کردم در مورد اسلامیک میستیسیزم، یکم میتونی یه سری مطالب، حالا نمیدونم چقدر اطلاعات داری تو اون زمینه. من خب عرفان یا صوفی گرایی، من بیشترین چیزی که دوست دارم درباره این موضوع صحبت کنم اینه که چقدر همه مثلا فکر میکنن این یه قسمت خوب اسلامه، در صورتی که بزرگترین ضربه‌ای که به دنیای عرب و دنیای فارس، نه حالا فارس نگم چون کسای دیگه هم هستن، ولی توی این منطقه خاورمیانه، دنیایی که زیر امپراتوری اسلام بود، داشت از این خواب دینی میومد بیدار میشد. خب قبل از اینکه غزالی بیاد با این علیه دانشمندا و علیه فیلسوفا اینقدر تبلیغات بکنه، یعنی این، ببینید، خیلی فکر میکنن که چون دنیا اسلام صوفیا مثلا اونقدر توش دعوت به خشونت نیست، برای همین بهتره از بقیه اسلام. خب در صورتی که به نظر من این اصلا از بقیه اسلام خطرناکتره، برای اینکه مشکل دین بیشتر مشکل تبلیغات خرافات هست، و خرافاتی که به جای اعتقاد به مثلا علم و اعتقاد به هر چیزی که بر اساس منطق و بر اساس اسناد و اینجور چیزا ما بهش باور میکنیم. خب و هر چقدر این قشنگتر و خوشگلتر و شاعرانه تر باشه، راحت تر میتونه بیاد این عقاید علیه علم و علیه خرد و اینا بجنگه. خب یعنی اتفاقا خشونت گرایی اسلام یه چیزیه که باعث ضعفشه بعضی از موقع ها، یعنی خیلی راحت میشه علیش تبلیغ کرد، و این اگه یعنی یک ضعف این دینه که باعث میشه که خیلی حتی مثلا بعضی موقع ها جلوی رشدش رو بگیره.
ولی بزرگترین ضربه برای تبلیغ خرافات، خرافاتیه که خیلی قشنگ و شاعرانه و صلح‌آمیز به نظر میاد و واقعا خیلی هم جذابه. خیلی هم جذابه. بله 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 ببخشید قطع کردم حرفت. منظورم اینه که ادبی و زیبا، مثلا مولوی رو شما مطالعه کنی خیلی زیبا. بله زیبا که هست، چشش ایجاد میکنه، ولی از لحاظ جهان بینی خیلی عقب افتاده است. خیلی عقب افتاده است. میگم که ببینید دنیایی که زیر امپراتوری اسلام بود، داشت زمان عباسی داشت واقعا میرفت طرف علم و فلسفه و منطق و اینا، همونجوری که توی اروپا بعدها رنسانس شد، بعد از رنسانس هم عصر روشن فکر اتفاق افتاد. این اتفاق داشت خیلی وقت قبلش توی دنیای زیر اسلام، حالا میخوام بگم دنیای اسلام، بخاطر اینکه بخاطر اسلام که نبود که علم و خرد و منطق و فلسفه اینا داشت روش میکرد، یعنی با این یعنی داشت از این اسلامگرایشش کم میشد. بخاطر اینکه ببینید وقتی که رنسانس هم وقتی اتفاق افتاد توی اروپا، بخاطر این اتفاق افتاد که ثروت این کشورها انقدر این منطقه به اندازه‌ای رسید که بعد از این مدتی که ثروت یه منطقه به یه اندازه‌ای میرسه، دیگه دین اهمیتش کمتر میشه و شعر و هنر و علم و فلسفه و اینا اثر یعنی مهمتر میشه. یعنی بخاطر دین نیست، بخاطر افزایش ثروت. دنیای عرب هم داشت اینطوری میشه، بخاطر ثروتی که این عباسیان داشتن گرفته بودن، دیگه به خاطر جنگ اهمیتش کمتر میشه تو دوران صلح، تو دنیای ثروت، تو دنیای تجارت، علم و این هنر و شعر اینا مهمتر میشد و اینا داشتن از این اثر دین داشت آروم آروم کمتر میشد. این صوفیا بودن که اومدن، این کسای غزالی و کسای مثل غزالی بودن که اومدن علیه دانشمندا و علیه ابن سینا و ابن رشد و اینا جنگیدن و اصلا کلن گفت خواستن برگردونن ما رو به وحی و خدا و دین و محمد و این چیزا. حالا درسته که دینی که اینا اعتقاد داشتن با دینی که اصولگرای یا مثلا سنی خیلی یه مقدار فرق داشت، ولی با این حال میخواستن از علم یه مقدار دورترشن، از خرد دورترشن. اصلا خرد و یعنی درسته که اونا هم اینجوری هم سیاسفید هم نیست که بگی اینا مثلا میگن اصلا از عقل و خرد استفاده نمیکردن، یعنی اینجوری نیست که بگم مثلا باینری صفر و یک، ولی داشت خیلی روشاشون از این دورتر بود. یعنی این که مثلا یه کسایی مثل ابن سینا میامدن اینقدر بر اساس بدون قرآن و بدون سنت پیغمبر و اینا این می اومدن انقدر از هم از خردشون می‌خواستن استفاده بکنن، هم از عقاید کسای غیر اسلامی مثل یونانیان باستان می‌خواستن استفاده بکنن که به نتیجه برسن. این صوفیا کسای مثل غزالی از این خیلی بدشون می اومد و تمام کارشون این بود که علیه این حرکت بجنگن و موفق هم شدن و جلوی رنسانس دنیای عرب گرفتن متاسفانه. بله درسته، غزالی، امام محمد غزالی عرفان رو قبول نداشت. چرا قبل نداشت؟ عرفان رو خب البته خودش صوفی بود. ببین توی مرحله مختلفی رفت. خب اولش یعنی تو دوران زندگیش چند بار نظرش عوض شد، فکر کنم دو بار یا سه بار اصلا کرایسیس شدید داشت که اصلا همه عقایدش رو زد زیرش، اصلا یعنی مونده بود که خودش چی باور داره، کاملا دیپرس شد. بستگی داره به کدوم قسمت زندگیش رو میگی. آخر زندگیش یعنی یه مدت هم خودش، ببین صوفی عرفان همون فارسی صوفیه دیگه. خب یعنی متفاوته. آره میگم متفاوته، ولی جفتش میستکه. خب ولی برند ایرانی خودش رو داره، برای اینکه ایرانی ها مثلا میخواستن با این عربا جدا بشن. خب معلومه که همه میستکا بالاخره با هم فرق دارن بالاخره، ولی یه چیز جز یه حرکته، میدونی نظرم چه جفتش میستکه، ولی خب معلومه که فرق داره، برای اینکه برندش فرق داره، ولی بالاخره همش میستسیزمه نیست؟ درسته. من یه برداشت خوبی از یه کتابی برداشته بودم، اونو میخوای بخونم در مورد همین، در مورد کلن این که عرفان چیه. اینو سریع بگو برای اینکه الان چهار نفر دیگه منتظرم برداشت. آره، عرفان یعنی شناخت و عارفان برای شناخت هستی به دل و کشف و شهود درونی روی آوردند. همین است که با آنها اهل دل میگویند. اصولا انسان ها در طول تاریخ تمدن و تفکر برای رسیدن به حقیقت چهار مسیر متفاوت را در پیش گرفتند. ایده‌ای در میان کتاب های آسمانی و
گفته ها و آموزه های بزرگان دین به دنبال حقیقت می‌گردند. اینها همان عالمان دینی و زاهدان هستند. گروهی عقل را چراغ راه کردند و می‌خواهند به کمک منطق و استدلال عقلی حقیقت را کشف و اثبات کنند و به این گروه فیلسوف می‌گوییم. دسته دیگر همه چیز را به بوته امتحان و آزمایش می‌کشند و تا به کمک آزمون‌های تجربی و تکرارپذیر نتوانند چیزی را بررسی کنند، درباره آن اظهار نظری نمی‌کنند. اینها همان دانشمندان رشته‌های گوناگون ساینس هستند. گروه چهارم هم عارفان هستند و فکر می‌کنم مزخرف‌ترین جهان‌بینی هم همینه که وسیله مناسب برای شناخت عمیق حقایق هستی را دل و احساس درونی خود می‌دانند. آنها بر این باورند که برای شناختن هر چیزی باید به آن عشق ورزید و فقط کسی که عاشق چیزی است میتواند ادعا کند آن را درست میشناسد. به قول حافظ، قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس، که نه هر کو ورقی خواند معانی دانست. یعنی نمیدونم، افراد به این حد از استعداد و نبوغ مثلا حافظ و مولانا، نمیدونم چجوری یه همچین استدلالی میکردن که با دل و احساسات درونی میشه به شناخت رسید. خب ببین، اینا نبوغشون به خاطر اینه که بلدن چجوری، یعنی بالاخره اینکه یه کسی بتونه یه هنری به وجود بیاره که انقدر قشنگ باشه، خب این یک نبوغی لازم داره، ولی فرق داره با نبوغی که لازم داره برای اینکه مثلا حقیقت رو پیدا کردن. درسته؟ برای همین به نظر من، ببینین این شعرهای این شعرهای مثلا صوفیا و عرفان و اینجا چیزا، اینا مشکلی نداره که ما بتونیم ازش لذت هنری ببریم. میدونی نظرم چیه؟ بله، فقط جای خودشو باید بدونه. یعنی ما میتونیم از این شعرها لذت ببریم، ولی فقط بدونیم تفریحه. خب من مثلا اگه یه آهنگ گوش میکنم قشنگه برام، خب قشنگه، لذتشو ببر. یا یه شعر رو گوش میکنم قشنگه، خب قشنگه، لذتو ببر. ولی چون قشنگه معنیش نیست که حق درباره مثلا طبیعت و درباره که هر چی دنیا چجوری کار میکنه، قشنگ بودنش که ربطی با این نداره که ما بتونیم اینو بذاریم برای این اساس که چون قشنگه حتما یه چیز درستی داره میگه. خب یعنی باید فقط جای خودش رو بدونه. منم مشکلی ندارم با این نوشته های این عرفا و چیزا، ما میتونیم اینا رو بخونیم لذت ببریم، قشنگ هم هست، ولی باید بدونیم که همونجوری که ما هری پاتر رو میخونیم لذت میبریم، و ولی نباید با فکر کنیم که حتما خب پس دنیای جادو وجود داره چون این قشنگه. شعرهای اینا رو هم باید همینجوری باش انجام بده. جدی نگیرمشون، جدی نگیر، فقط تفریح لذتشو ببرید. دقیقاً یه چیز دیگه هم هست، گفتی که فلسفه ها و بعد دانشمندا رو گفتین، این چیزی رو که حالا نمیدونم فارسی چی میشه، میشه rationalist و empiricist. اوکی؟ و نمیدونم، خب rationalist میشه خردگرایی و empiricist به فارسی چی میشه؟ نمیدونی چی میشه؟ این خیلی مهمه. کسی که بر اساس الان خردگرایی مثل همون تفکر اسپینوزا و اینا دیگه، درسته؟ empiricist کسی برای من ترجمه داره؟ کسی که بر اساس اعداد، ببین خردگرایی و کسایی که بر اساس سند و عدد و اینا کار میکنن، اینا یکی نیستن. خیلی فکر میکنن اینا جفتش یکیه، در صورتی که این آمارگرایی، تجربه گرایان، آمارگرایی خوبه، آمارگرایی هم خوبه، درسته؟ تجربه گرایی، ببین تجربه گرایی آمار تجربه خوب نیست، برای اینکه تجربه ممکن است یه داستان باشه. آمارگرایی درسته، آمارگرایی فکر کنم بهتر باشه. ترجمه تو از ترجمه گوگل ترنسلیت بهتره. آمارگرایی از خردگرایی بهتره. ببین آمارگرایی از خردگرایی بهتره، برای اینکه خرد انسان ناقصه. خب دانشمندا برای همین از فیلسوفا موفق‌تر بودن. ببین ما از زمان سقراط و افلاطون و اینا تا هزار سال دنیای علم اونقدر پیشرفت نکرد، به خاطر اینکه همه کسایی که خودشون رو دانشمند میدونن بر اساس خرد میخواستن کشف بکنن که چی درسته چی درست نیست، در صورتی که خرد ما خیلی ناقصه، خیلی محدوده. خب مثلا ولی به محضی که کسایی مثل فرانسیس بیکن اومدن اصلا گفتن که ما به جای اینکه بر اساس خرد بیایم نتیجه گیری بکنیم، بر اساس آمار و سند و اینا بیایم نتیجه گیری بکنیم، دنیای علم اون موقع بود که به شدت مثلا the scientific revolution، یعنی انقلاب علمی که شد، به خاطر این
تکامل از خردگرایی به آمارگرایی بود که دنیا رو عوض کرد. خب ولی خب اون خردگرایی با اینکه خیلی نسبت به آمارگرایی ضعیف‌تره، حداقل خوبیش به این بود که خیلی بهتر از وحی و عرفان و مثلا به عشق و نتیجه گیری از مثلا از لحاظ احساسی یا از لحاظ اینکه خدا به من و یه نوری به قلب من تابیده و این چیزا نتیجه گیری، از اون خیلی بهتر بود. و با اینکه خیلی دنیا رو عقب نگه داشت برای اینکه جلوی امپریسیستا رو گرفت، یعنی خیلی طول کشید که امپریسیستا بیان بفهمن که آقا این درست بود. یه مثال، من حالا باید برم سراغ نفر بعدی، ولی یه سری کوچیک مثال کوچیکم بزنم قبل از اینکه حرف بزنم. با اینکه خردگرایی ضعیف‌تر بود از آمارگرایان، ولی با این حال خیلی بهتر، خیلی تونه، خیلی حرکت مهمی بود که به شدت علیه وحی‌گرایی و ایمان و این چیزا می‌جنگید. یعنی اینش مهم بود با اینکه ناقص، خیلی ضعیف‌تر بود. من یه مثال خیلی کوچیک بزنم بعد برم سراغ نفر بعد. ببینیم مثلا کسی که اسم این دانشمند رو یادم رفته، خیلی هم خیلی مهمه که یادم بیاد، ولی متاسفانه من اسما رو خوب یادم نمیمونه. یه موقعی که مثلا یک تا اون بود و اینجور چیزا، The Black Death که بود و اینجور چیزا، نمیم کدوم سال بود، اینا از هم سالش رو یادم نفته. یه دانشمندی بود که میومد، یه پزشکی بود بخش، یه پزشکی بود که میخواستم بیام ببینن چجوری بیماریا داره پخش میشه. خب و همه تو اون زمان هم همه داشتن چک میکردن که مثلا ببینن که دلیلش چیه. بعضی میگفتن خدا ما رو لعنت کرده، بعضی میگفتن به خاطر گناهامونه، بعضی میگفتن که اینو بخوریم بخاطر، یا اینکه به خاطر که گربه است، به خاطر اینه. هر کسی یه تئوری داشت، بعضیش بر اساس دین بود، بعضیش هم بر اساس خرد بود. ولی این قبل از زمانی بود که کسی بدونه میکروب اینا چیه. خب یعنی با اینکه بر اساس خرد بود، اونایی هم که بر اساس خرد بود نتیجه های اشتباهی داشت، برای اینکه کسی نمیدونست میکروب چیه. یه پزشکی بود اومد سعی کرد همه چی رو امتحان کنه، حتی چیزایی که به فکر کسی هم نمی‌رسید. گفت به همه کسایی که زیر دستش کار می‌کردن گفت خب این کارو کنیم ببینیم چی میشه، این کارو بکنیم ببینیم چی میشه. یعنی به جای اینکه بیاد خودش نتیجه گیری بکنه بر اساس خرد خودش، می‌خواست بیاد ببینه که سند برای ببینه که نتیجه ها خودش تجربه کنه ببینه چی چه چیزی میده. بعد اینا اومدن دیدن که همه که پزشکایی که دستشون رو قبل از عمل میشورن، تعداد مرگ مریضاش به شدت کمتره. ببین این هیچ دلیل نمیدونست چرا، چون میکروب نمیدونستن چیه. یعنی اگه میخواست بر اساس خردش بره هیچ وقت به این نتیجه نمیرسید. خب اینم فهمید که گفتش که ما باید هممون انقدر دید که این درسته که سعی کرد به همه پیشنهاد کنه که باید همه اینو من دارم میبینم، من نمیدونم چرا، هیچ دلیل ندارم، ولی باید دستتون ما بیمارا اگه ما همه کسایی که دارن جراحی میکنن، همه جراحا دستشون رو بشورن قبل از جراحی، مریض کمتر میمیره. ببین هیچ خرد هم هیچ جوابی برای این نداره، برای اینکه تو نمیتونی بیای تئوری بدی وقتی نمیدونی دلیلش چیه. خب بر اساس آمار داشت میرفتی. خب و آخرم هیچ کسی حرفش رو باور نکرد، اینم انداختنش تو تیمارستان، تو تیمارستان هم مرد. خب این شخص یعنی انقدر فکر این برای اینکه این زده به سرش این شخص. خب یعنی این نشون میده که آمارگرایی چقدر از خردگرایی بهتره. خب البته خردگرایی هم هنوز جای خودش رو داره، برای اینکه آمار که میگیری تو آمار رو باید یه نتیجه‌ای میده که باید بیای ببینی حدس بزنی خب چرا این آمار رو داده، برای همین اون موقع مجبوری از خرد استفاده کنی. ولی خب دیگه بیشتر توضیح نمیدم، باید برم. آرمین من 10 ثانیه وقت بده این ادامه متن رو بخونم برم پایین. برو بگو. گفتم دیگه، آره گفتم که اون وسیله شناخت عرفا دل و احساسات درونی بود. ادامه‌شو بخونم. این نگاه عاشقانه و احساسی به جهان هستی و خدا در تاریخ بشر سابقه ای دراز دارد و مطمئناً ما ایرانیان در شکلگیری و گسترش آن سهم بزرگی داشته ایم. اغلب صاحب نظران ریشه های عرفان را در آیین های باستانی ما، به ویژه در کیشمهر یا همان میترائیسم و همچنین تعالیم مانی و زرتشت جستجو می کنند، گرچه نقش بودا نیز در این میان بسیار پررنگ است. به هر ترتیب پس از اسلام این نوع نگرش با آموزه های دین اسلام در هم آمیخت و عرفان ایرانی اسلامی یا همان تصوف را به وجود آورد. با آغاز حمله خونبار مغول ها به سرزمینمان، صوفیگری که مردم را به دل کندن از این دنیای شوم فرا می‌خواند در میان مردم ایران به ویژه اندیشمندان و شاعران رواج بسیار یافت و رفته رفته مجموعه ای پربار فراهم شد به نام ادبیات عرفانی ایران. این بود اون مطلب که، یعنی این اشاره می‌کنه که تصوف فقط عرفان چیز نیستش.
بله آمیخته هایی از اسلام و میترایسم و اینها داره. خیلی ممنون. آره. همش میستیسیزم میشه، درسته؟ میستیسیزم ما عرفان داریم، صوفیگرایی سنی رو داریم، توی یهودیت کبلا رو داریم، توی مسیحیت داریم، که تکفیر هم میشه، توی هندو هم داریم، توی بوداییست هم داریم، هندو و بوداییست خیلی شدید داریم، درسته؟ همه جا داریم اینا، ریشه هاش از همونجاست. البته مستقل هم خیلی ها به اینجا رسیدن حتی بدون رو. درست. خیلی خوب. آره من میرم پایین. اگه باشد. وقت بود نهایتاً یه دو تا سوال قشنگ دارم. اگه وقت نشد که هیچی. اگه وقت بود میام دوباره میپرسم. باشه باشه دوباره بیا. خیلی ممنون. خدا حافظ.